سود و سرمایه هستش و هر هفته جناب دکتر خشایار شجاعتی ما رو خجالت میدن و در برنامه ما شرکت میکنن و از اطلاعات خودشون ما رو بی دریغ نمیذارن. آقای شجاعتی پرزیدنت کمپانی پالس آف فاینانشال مارکت هستن، دفتر ایشون در سنتری سیتی هست، شماره تلفنشون پیش شماره 310-407-5300. ایشون مشاور اقتصادی و برنامه ریز مالی هستن. سلام میکنم خدمتتون و با تشکر. سلام خانم لذیذ، شبتون بخیر. شب شما بخیر. خیلی ممنونم که هر هفته شما این ساعت از شب رو در اختیار ما میذارین. خیلی ممنون، مرسی. از ما سوال‌های بسیار زیادی شده در زمینه‌های دلار و ارز و پول و اینا که حالا اینا رو ازتون میکنم، ولی اولین سوال اگر ممکنه برای ما مختصرم بگین که در جلسه G20 چی گذشت؟ حالا در جلسه G20 که آخر همین هفته برگزار شد، این از اون جلسه‌های عجیب و غریبی بود که پیش از اینکه حتی تشکیل بشه کار به مشاجره و مناظره کشید بین شرکت کنندگان و مخصوصاً آمریکا یک طرف و بقیه یک طرف. چون پیش از این که آقای بایدن اونجا شرکت کنه، تقریباً به زبانی که خودشون صدر میارن و همه‌شون گفت که آمریکا انتظار داره که هیچ کس پول خودش رو ارزون‌تر نکنه، فقط آمریکا بتونه این کارو بکنه تا بتونه صادرات خودش رو افزایش بده و از این بحران بیاد بیرون. و همین دلیل وزیر اقتصاد و ببخشید وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی برزیل که رسما اعلام کردن تو این جلسه شرکت نمی‌کنن و پیش از شروع جلسه هم انتقادهای تندی شد از آقای بایدن با آمریکا، حتی از طرف متحدین همیشگیشون مثل آلمان یا ژاپن به اضافه کشورهای دیگه هم بهشون به اصطلاح انتقاد کردن. در خود جلسه هم مقامات هندی، روسی، چینی و اروپایی یک بعد از دیگری از طرح آمریکا در این زمینه انتقاد شدیدی کردن و در واقع فهموندن که ما حاضر نیستیم این کارو بکنیم. اگر قرار هست هیچ کس پول خودش رو ارزون‌تر نکنه، هیچ کس نمی‌کنه، اگر نه اینکه فقط آمریکا از این امتیاز استفاده کنه و در نتیجه ما ضربات اقتصادی بخوریم قبول نخواهیم کرد. بگذاریم که روی صحبت اصلی دولت آمریکا به نظر می اومد با چین باشه، ولی خب پهوای کلام نشون میداد که این درخواستی که آمریکا از همه کشورها داره و همین دلیل در مقابل اون جبهه‌ای که در مقابل آمریکا درست شد توی جلسه G20 گروه 20 در واقع آمریکا مجبور به عقب نشینی شد و آخر جلسه اعلام کردن که تصمیم گرفته شده که هیچ کس مستقیما دخالت نکنه و قیمت پول خودش رو ارز و کارنسی خودش رو تو بازار بیاره پایین. این کار را واگذار میکنیم به بازار، به مارکت، به خود مارکت یا بازار در مورد تصمیم بگیره که چه خواهد شد. و حتی در مورد چین خود بایدن وزیر خزانه داری آمریکا گفت که دولت چین هم مطابق با شرایط خودش تصمیمات لازم رو در مورد سیاست ارزی خودش میگیره، یا به عبارت دیگه اینکه آمریکا فعلا کلام کشه تا ببینه چی میشه. همین اتفاقات باعث شد که بلافاصله بعد از پایان جلسه که تقریبا از نظر زمانی مصادف میشد با ساعات اولیه یه روز دوشنبه آمریکا، به مجردی که بازارهای سهام باز شدن، بازارهای مالی باز شدن، دلار آمریکا شروع کرد به شدت پایین رفتن و طبیعتا در مقابلش هر چیزی که به دلار میشد به خرید، از اونجایی که ارزش دلار افزود پایین، همه چیز شروع کرد بالا رفتن، از نفت بگیرید تا گاز تا خود بازار سهام و سایر کالاها قیمتشون به این دلیل رفت بالا. این اتفاقی بود که در جلسه گروه 20 G20 افتاد. مرسی، خیلی ممنون. اگر که ایمیل و یا سوالی برای خودتون بیننده های ما فرستادن که هست دلتون میخواد عنوان کنین بفرمایید، خواهش میکنم. حالا یکی از ایمیل هایی که زیاد شده بود بیشتر سر این بود که با نقد خودشون چه کار کنن. بله، این سوال من بود ولی گفتم ببینم از شما هم همین، چون همین سوال از ما کردن. حال داره الان دوره همین میچرخه که مردم با پول نقدی که دارن چه کار میخوان بکنن، چون واقعیتش این است که سیاست رسمی بانک مرکزی آمریکا با کاری که داره میکنه شده تنبیه و مجازات کسانی که میخوان پول نقد نگه دارن. این تنبیه و مجازات هم به این صورت عملی میشه که بهره یا اینترست که پرداخت میکنن روی پول به شدت پایینه.
شما الان ملازم فرمایید بانک ملی اگر بری سی دی باز کنید مثلا ماشین میخواد 1% به شما بهره بده، به اضافه این که تازه رو همین 1% بهره هم که میده، یعنی شما 100 هزار دلار بذارید اونجا یه سال صبر کنید آخر سر قراره به شما 1000 دلار بدن، رو اون 1000 دلار البته قرار مالیات هم گرفته بشه، تکس هم بگیرن. و از همه مهمتر این که قدرت و ارزش خرید پولی که دستتون هم هست به شدت داره میاد پایین‌تر. شما هر چی رو که نگاه میکنید هر چند وقتی یه بار گرون‌تره یا در واقع پولی بیشتری باید بذارید تا همون جنس‌های قبلی رو باهاش بتونید بخرید. روی همین اساس دارم که شرایطی خب طبیعی است که سوال برای همین با پول نقدشون چه کار کنن. راه‌های مختلفی هست برای بهره‌برداری از پول نقد. به قطع از هر چیز برمیگرده به اینکه کسی که این پول رو در اختیار داره چقدر از نظر زمانی وقت داره برای خودش، آیا داره مثلا یه ماه دو ماه سه ماه فکر میکنه یا اینکه طولانی مدت فکر میکنه. اگر خیلی کوتاه مدت فکر میکنه صحبت یکی دو ماه هست، علی‌رغم اینکه در بانک به نظر من هیچ فایده‌ای نداره پول گذاشتن و تنبیه هم آدم میشه و ضرر هم میکنه، ولی در مقابل اقدامات کوتاه مدت دیگه که میتونه خطرناک باشه و ریسکی باشه و ضربه بزنه، باز بهتر آدم همون پولش تو بانک نگه داره، ریسک نکنه و در سر برای خودش درست نکنه. ولی اگر طولانی تر فکر میکنه هستن جاهایی که به اصطلاح با تضمین دولتی، چون بهترین کار اینه که آدم اگه میخواد پولش جایی بذاره، جایی بذاره که یا مستقیم دولت اون مال دولت باشه تضمینش کرده باشه، یا اینکه مؤسساتی باشن که حمایت دولت رو پشت سر خودشون داشته باشن. مثلا فرض کنید شما شاهد بودید تو بحران اقتصادی که تو آمریکا پیش اومد، شرکت های پنی می و فردی مک خب ضربه های خیلی بدی خوردن، ولی از اونجایی که باند هایی که اینها فروخته بودن پشتیبانی دولت آمریکا رو داشت، هیچ کس روی اون باند ها یک سنت هم ضرر نکرد. به هر حال پیدا کردن مؤسسات این شکلی که حمایت دولت رو داشته باشه جاهایی هستن. الان میشه روی پول نقد با تضمین 100% دولتی آدم سالانه تا 10% هم بهره بگیره که هم اصل پول و هم بهره پول از تضمین لازم برخوردار هست به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از حمایت دولت ها. اینها بهترین جاهایی است که الان برای استفاده از پول نقد وجود داره. اگر کسی قصدش این باشه که درآمدی برای خودش داشته باشه از رو پولش، ولی اگر هدفش افزایش سرمایه‌اش باشه، خب زمینه‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری از پول نقد وجود داره که میشه ازش استفاده. الو بله قطع شدین یک چند ثانیه میفرمودین. از کجا من از دست دادید؟ یک ثانیه فقط بود که فرمودین آخرش شاید. بله بله من گفتم بستگی به این افق زمانی که افراد پیش روی خودشون دارن، یا میتونن در جاهایی هستن که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با ضمانت دولتی تا سالی 10% بهره بگیرن، اگر حتما درآمدی میخوان که پولشون رو خرج کنن، اونجا مطمئن ترین جاست برای استفاده ازش. اگر نه بلافاصله پولشون رو نمیخوان و میتونن یه مدتی 2-3 سال بیشتر صبر کنن یا هر چیزی، اون وقت خب اون پول نقد میشه برای سرمایه‌گذاری های خیلی خوب با بازده های کاملا مناسب در چند سال آینده ازش استفاده کرد، که چون به شرایط افراد خیلی خیلی بستگی پیدا میکنه از نظر اقتصادشون بوریهشون به چه دلیلی میخوان پول بذارن کنار، یه حکم عمومی نمیشه داد، ولی مسلما جاهای بسیار خوبی هست که میشه ازش استفاده. الان این که فرمودین که 1-2 سال پولمون رو نخواهیم استفاده کنیم بذاریم تو این جایی که شما فرمودین، اینا رو میشه به عنوان کالج پلنینگ هم استفاده کرد برای بچه ها، یا اینکه مدتش کوتاه‌تره؟ جان صداتون قطع میشه، معذرت میخوام نمیدونم چی شده. میگم این زمان این اینوستمنت ها چقدر هستش آقای؟ آره اینها بستگی داره که بخور از اگه منظورتون اونها که بهره ها رو میدن، بله. اگر اون منظورتون هست از 1.5 سال تقریبا شروع میشه تا بشه مثلا 4-5 سال این طرف رو. وقت برای کالج پلانینگ شما اینو توصیه میکنین این کارو، این نوع اینوستمنت ها رو؟ والا اینها برای اون برای همه منظوری و از جمله برای کالج پلانینگ هم حتما خوب خواهد بود، به شرطی که یک پورتفولیو منیجری که به ریزکاری های این داستان آشنایی داشته باشه این نوع حساب ها رو زیر نظر داشته باشه. بله. اگر کسی آشنا نیست به این مکانیزم ها و چطوری رفتار میکنه، نه تنها برای اون، برای هیچ مورد دیگر هم پیشنهاد میکنم این کارو بکنم. مرسی، خیلی ممنون. هفته گذشته ما درباره کارنسی وار صحبت کردیم، جنگ ارزها.
از ما سوال شد که تأثیرات این جنگ بر روی زندگی ما چه خواهد بود، در زندگی روزمره امروزی ما. حالا تأثیرات بلافصلش و خیلی واضح و روشن این است که سطح زندگی آدم ها کاهش پیدا میکنه. دلیلش هم این است که مهم نیست الان آدم تو کدوم کشور هست، موقعی که الان سیاست رسمی کشورها شده این که ارزش پول خودشون رو بیارن پایین، معنای واقعیش این است که شما برای خرید هر چیزی که عادت داشتید برای زندگیتون میخرید، برای یه مقدارش حالا چه به صورت وزنی حساب کنیم چه شکل دیگه، پول بیشتری باید پرداخت کنید. توجه میفرمایید؟ و طبیعی است که خب موقع پول بیشتری میدید یعنی پول کمتری براتون میمونه، قدرت خریدتون کاهش پیدا میکنه، درآمدتون کمتر میشه و در یک کلام سطح زندگی افراد، استاندارد آف لیوینگ به قول معروف، شروع میکنه پایین رفتن. حالا اگر بستگی چون اینها جنبه مقایسه ای داره، مسلما موقعی که فرض کنیم ژاپن داره این کارو میکنه، آمریکا داره این کارو میکنه، کشورهای دیگه میکنن، تو پایین آوردن پول و سوئیس داره این کارو میکنه، مسلما مفهومش این است که طرز زندگی تو همه این کشورها به نسبت خودشون و در گذشته میاد پایین‌تر. حالا در مقایسه با هم دیگه اون وقت بستگی داره که پول کدوم کشور بیشتر بی‌ارزش شد، ارزشش بیشتر از دست داده باشه، مسلما طرز زندگی تو اون کشور از بقیه کشورها شروع می‌کنه پایین‌تر رفتن و پول اون کشور در مقابل اون کشورها ضعیف‌تر خواهد شد. در حال حاضر به نظر میاد که دلار آمریکا بیشتر از همه داره ضربه می‌خوره و ارزشش از دست میده. بله، مرسی، خیلی ممنون، متشکرم از وقتتون. به انتهای برنامه رسیدیم، هفته آینده مزاحمتون خواهیم شد. تمنا میکنم، ازتون متشکرم، شب شما بخیر. شب شما هم بخیر، خداحافظ شما. به آخر برنامه رسیدیم. از مهمانان برنامه تشکر دارم، از مدیریت تلویزیون تایم تیوی و همینطور دوستان ما در اتاق فرمان که زحمت بسیاری کشیدن برای این برنامه. یک بار دیگه دلم میخواد بگم که آدرس سایت ما هست www.iranianft.com، آدرس فیسبوک ما هست Iranian Financial Times، و اگر که دوست دارین دوست ما بشین رو ایرانیان فاینانشال تایمز برین تو فیسبوک، ما رو اد کنین، نظریاتتون، انتقاداتتون، پیشنهاداتتون رو از طریق ایمیل و یا فیسبوک برای ما بفرستین. 100% به ما کمک خواهد کرد که برنامه‌مون رو بهتر بکنیم. در ضمن ستار الائنس کپیتال شرکتی هستش که آموزش خرید فروش سهام میدن، از همین هفته روی سایت ما هستن، میتونین این شرکت رو روی سایت ما ببینین. و در ضمن هر جمعه ساعت 10 صبح این کلاس ها هستش.